سلام، برعکس یوتیوب من قسمت دوم اسونه با من آمدون عزیزم رضا، خوش اومدید. رضا جان سلام کن. سلام برعکس چنل یوتیوب ربکا، خوشحالم که امروز پیشتونم. امیدوارم کلی تایم باحالی با هم داشته باشیم. آقا ما قرار بود کلی ویدیو یوتیوب بگیریم از وقتی که رضا قرار بود از آمریکا بیاد، ولی از جایی که رسید ما یک روز در خانه پیدایمان نشد و هر روز مس بودیم. نه یه ذره مسافرت ها بیش از حد شد، روز بود بچه 6 روز و یه هفته و دو هفته و 40 روز. خلاصه که امروز اومدیم یه صحبتی بکنیم با هم، رضا رو بیشتر بشناسیم. رضا امشب پرواز داره، یعنی ببینید ما چقدر عجله کار کردیم که روز آخر رسید ویدیو یوتیوب بگیریم، که اونم رضا امشب میره. یعنی دقیقشو بهتون بگم 9 ساعت دیگه پرواز دارم که برگردم خونه و سر. آره ولی تو تایمشو گفتی، ولی در اصل یه 6 ساعت دیگه فرودگاه، 5 ساعت 6 ساعت. آره 5 6 ساعت دیگه. خب از اولین چیزی که میخوام شروع کنم، خیلی ها گفته بودن که چون رضا رو نمیشناختیم، خیلی ها حاشیه درست کرده بودن رضا دوست پسر منه. وای دوست دختر دردافی داشتم این موقع. نمیشه بمونه همینجوری حاشیه ها. من راضی هم. بعد اینکه از اون طرف خب خیلی ها نمیدونستن رضا رو تازه شناختن و میگفتن چرا رضا رو از قبل معرفی نکردی. اول از همه که رضا جان کلا با دنیای مجازی قهره، از اینکه خوشو نشون میداد قهر بود و خیلی عجیب بود که اصلا بهش گفتم اینستا رو باز کن، که گفت اصلا. تازه من توی امریکا بود، باعث شد که برسه اینجا من اینستاشو تازه از دیاکتیوی در بیارم اکتیوش کنم. البته قبل از این 40 روز، قبل این 40 روز واقعا از فضای مجازی کلا خوشم نمی اومد، دوست نداشتم، نمیدونم احساسی که الان که توشی خدایی، ولی الان اصلا یه میدونی، نه که بگم حال نمی کنم، بگم حال نمی کنم دروغه، فضای باحالیه دیگه، دوستای جدید، چه میدونم شاید یه کامنت جدید میاد اصلا کلی خوشم دیگه. آویشم گرفته آقا واسه من. عرضه که امریکایی تازه غلط نگو، فقط به آدمایی که تو امریکا رو دوست داشتی شما باور کنی حرفا، تیک آبی اینجوری دو دستی تو بشقاب به من دادن. خلاص یعنی متاس. آره خلاصه که تیک آبیش هم گرفت که چقدر من میدونی چرا هرس خورم، نه اینکه چون برادرم تیک آبی گرفته، به خاطر اینکه من این همه دارم تلاش میکنم، این با دوتا دکمه تیک آبیش دو ثانیه ای اومد، بعد اینستاگرامش مادر کشتگی با من داره برابر. ولی خب عادتا نمیدونم یا چی شد، یه روز یادم چی شب اومدم دیدم یه مسیج واسه من اومد، اپلای کرد و فردا صبح بالاخره تیک آبی دادم، بعد ربکا خواب بود، فکر کنم ربکا من تیک آبی اومد میجون کرد چی؟ ربکا تخت فاصله گرفت پرواز میکرد. خیلی بدی به قرآن، اصلا همچین چیزی درست نیست واقعا، من این هم زحمت کشتم بعد یه ماه اومدی تو اینستاگرام. خیلی خب، پس اینکه رضا رو بیشتر شناختین، اینکه رضا چرا فامیلیش با من متفاوته سوال خیلی یاتون بود، ولی واقعا با کمی فکر و تفکر میتونستین بفهمین که چرا من رضا فامیلیم متفاوته، چون برادر ناتنی منه و پسر مادرم به حساب میاد. یه لحظه اجازه بدید متوجه بشم، من اگر پسر مادر تو هم برادر تو با زنموی من چه نسبتی داره؟ نمیدونم، ولی خب واقعا اینجوریه دیگه، فامیلیام فرق میکنه دیگه، چه عجیبی نیستش که دور و بر شما برادر فرق نداری، ولی واقعا هیچ فرقی نمیکنه، جدی میگم هیچ فرقی نمیکنه، اصلا فرقی نمیکنه، یعنی حتی حسا بیشتر هم میتونه باشه، اینجوری بهتون میگم. آه و ده دقیقه شایی رو میخوردم، دو دقیقه تموم شد. پارچی براش بیار باران، یه دونه انقدی داری آرش بیاری. خب بسر چون شما چند سالته؟ من متولد 77 بودم، 73 73 کم کار کرد. من متولد 65 هم دیگه، میشه 9986. 35 الان یعنی آره؟ همون هلوش 35 هم دقیقه، خودم نمیدونم نمیشمارم، میدونه انقدر خیلی به اندازه چند تا بهار و زمستون دیگه. بچه رضا در حال حاضر امریکا زندگی میکنه و منم نمیتونم برم پیش مادرت. میاد، قول بهتون میدم که ربزتون داره میاد امریکا. آره یعنی خب میدونین که شرایط امریکا رفتن خیلی سخته، چون منم بالای 21 سالم، نمیتونه رضا خیلی سری من، چون ربز بالای 21 ساله و من میشم پسر مادرش. مادرش میشه، مادرش میشه زنموی عمه باجی من. دیگر پیدا کنیم. رضا چند سال مهاجرت کردی؟ من نزدیک از سال 90 آخرین سالی بودش که ایران بودم، ولی خب نزدیک به 5 سالی که امریکا زندگی، 4-5 سالی که امریکا زندگی میکنم.
آقا من بعد از 12 سال رضا رو دیدم، خب به خاطر شرایط مهاجرت اصلا نمیتونست خروج بزنه و خیلی عجیب. آره داستانه عجیب زیاد داشتیم. آره داستان عجیب زیاد داشتیم، ولی خب آقا 12 سال چه بعد 12 سالی رو گذروندیم، یعنی نگم که چقدر خوش گذشت در کنار، ولی دلغکه ها ببین، یعنی دلغکیه واسه خودش. حتما سابسکرایب کنید، نگاه این برم داره کبود میشه، سابسکرایب کنید داره میزنه همینجوری ها نفهمید. یه مدت خیلی طولانی بودش که من قدیم که ایران بودم، موقعی که زندگی میکردم کلی با حمید رضا رابکا کلی خاطرات باحال و اصلا اینا با من میامدم زندگی میکردن و قدیم های موقع دختری رو دیت میکردم اینا باید تاییدیه میدادم، یعنی میرفتم یه دیتی میرفتم بدبختی داشتم. باران ببخش میبینه حرف نارگیلی ها رو اصلا نداشه، یعنی رج و نارگیلی نیست دیگه. میذاری تا شام میذاری دیگه نارگیل. آره من میذاشتم اونجا تو ور میذاشتیم اونجا. آره به نارگیل. حساسیت داره به نارگیل. ولی خب آره قدیمی داستانای باحالی داشتیم و دیگه بعد ایشون آره ایشون خونه مجردی داشت، هر روز زنگ می‌زدن به مامان مام قادری بفرمایید. نه نه یه ذره حواشی بود، این الان که حواشی درست شده دنیای مجازی اینقدر بزرگ نبوده، نارگیلی هم که وجود نداره. منم میشم پسر مادر بچه‌ای از من موقعی که با چیز با چی بود تور با تور مجلس رفته بودیم یا اردو رفته بودیم یه از اون موقع من عاشق حاج عبدالله پشمک که حاج عبدالله بچه ها حاج خلیف علی اینم حاج عبدالله با پشماش. آقا یه حاشیه‌ای شدیم چند روز پیش، ما کاش بودیم مسافرت. نه من بگم ما کاش بودیم کلی یه اکیپ باحال و خیلی خوش گذشتیم، چه دبی که رفتیم کلی خوش گذشت، کاشی که رفتیم تولد ربکا دوست داره ربکا طبیعتا خود جو خیلی باحالی بود. بعد من یه روز بلند شدم و مثلا گفتم به دوستا داشتم بچا عکس میگیرم، گفتم بچا یه عکسام با من بگیرید، من یه عکسی گرفتم وسط فکر کنم تو پیجم برای دوستا که اصلا دیدن چند تا دوستای ربکا این چند تا دوستا کردم دیدم کامنت های باحال، همه خنده و کلی از کامنت ها. آره مثلا زده بودن که وقتی دعانویس و تمر رو با هم در میگن. آره خیلی مثلا کامنت ها فان بود. بعد گذشت و فرداش داشتیم میخواد بودم بدم داشتیم استخ میرفتیم دم استخ. آره کدوم به عکس بگیریم ستایی با هم دیگه، من حمید رضا رو با هم دیگه عکس گرفتیم. بعد من بیکینی تنم بود، بعد دیگه بچه‌ها به حالت شوخی دستشون رو گذاشته بودن جلوی سینه من که مثلا سینه مشخص نشه روی مایو و اینا. بعد خیلی هم خندیدیم و گفتیم وای چه عکس بانمکی، چه عکس باحالی شد و اینا. یه لحظه اجازه بدید من آخرین تعداد کامنت ها رو بهتون بگم، 7591 کامنت دادن. هیچ ایرادی نداره که حالا انتقادی باشه یا حرفی بزنید، قطعا میدونید که توی این سالایی که با ربکا بودید حرفاتون رو میشنوه، قطعا انتقاد پذیره. ولی اگر توی این چند سال گذشته عکسای ربکا، مدل عکس برداری ربکا، لایف استایل ربکا رو دنبال کنید، یه سری حرفا واقعا رنجوندین خواهر منو، یه سری حرفا خیلی زشت بود، خیلی چرک بود بهتره که بگم، و با هیچ مترو معیار توی چارچوبی نمیگنجه که شما بخواید این حرفو به یه کسی که فالوش میکنید بزنه. چرا؟ چون این بچه بک‌گراند داره. من نبودم تو دنیای مجازی، ولی من میدونم که خواهر من 16 سالگی فعالیت کرده، عکساش هستش، چنلش هستش، تو با هر کسی هم که همکاری کرده همکاریش مشخص بوده، چارچوبش مشخص بوده. یه ذره که میگم حالا هر کسی که یه مقدار بیمهری کردن و یه سری حرفا رو زدن، این بچه رنجید به خاطر اینکه مدل حتی عکس برداری ربکام تو پیجش مشخصه که ربکا قشنگ چارچوب داره. هر ترتیب بالاخره فضای مجازی این حرفام زده میشه، ولی خب اون عکسام واقعا یعنی فضای فانی بودش که ما اومدیم گفتیم همین رضا بیا اصلا نذاریم با بچه‌ها عکس بگیره. این حرفای خیلی عجیب غریب، مثلا یه دختر خیلی واقعا 18 19 ساله اومده و زده بود که چرا برادرت دستشو چسبونده روی سینه تو فاصله نذاشته، اگه شما برادرتون دستش بخوره به سینه شما یعنی تحریک میشین. خب پس به نظر من به دکتر مراجعه کنید یا باید بریم روانشناس به نظر من، چون من این انتقادا همیشه از تو چقدر زشتی کریهی فلانی بد تیپی، من همیشه این چیزا انقدر بوده دیگه عادت شده، ناراحت هم نمیکنه، ولی انتقادی که روی این عکس شد خیلی چرک بود، یعنی من واقعا ناراحت شده بودم و از مردم از حتی از فضای مجازی رنجیدم، حتی گفتم که من اگر اینقدر زحمت نمیکشیدم، اینقدر کار واسه این فضای مجازی نمیکردم، میبستم همه چی رو. داشتم میگفتم وایس چایمو بگیر چه چای چای تو رو خورد، یعنی واقعا میبستم. چرا میگم میبستم؟ به خاطر اینکه واقعا مثلا عقل و آرامش و ذهن من خیلی با ارزش تر از اینه که من بخوام این حرفا رو تحمل کنم برای اتفاقی که خیلی واقعا مسخره و غیر منطقی بوده، اینکه که من کنار دو تا از برادرای بزرگم عکس گذاشتم و همچین حرفای کثیفی رو دریافت کردم که میتونه که از اون حرفای کثیف باشه که تو با دو تا برادرات هم هستی آخه، این میدونی یعنی واقعا این حرف. آره یعنی حالا من اینی که دارم بهتون میگم با بادی لنگویج، یعنی با زبون خودم دارم میگم، یعنی
یعنی میدونین که چه جوری گفته شده. ببین من باورتون نمیشه، مثلا ربکا میرم کامنتا رو میخونم، میگم رضا کامنتا رو خوندی؟ بعد من میگفتم که آره، بعد رومون نمیشد کامنتا رو به هم دیگه بگیم، به فضای مجازی شاید پیگیری نشه. کامنتا رو هزار تا بود، دو هزار تا بود، ما دیگه میتونستیم بخونیم. یهو اصلا توییتر منفجر شد و کامنتا رفت رو 5000 تا، مثلا دیگه نمیتونیم کامنتا رو بخونیم. یعنی بچهای تلگرام برام یه سریاشو میفرستادن و من چقدر آدم بلاک کردم. و من حرفم از لحاظ منطقی، اخلاقی، معرفتی، رفتاری میگم با هر متر و معیاری شما بسنجی، اگر قرار یکی هیت بشه شاید عکس من خیلی بیشتر لایق هیت شدن بودش که مثلا وسط چند تا دختر عکس گذاشتم تا اینکه یه نفر اومده با خواهر و برادرش عکس گذاشته، کسی که بک‌گراند داره. در نتیجه فضای مجازی پیگیری نمیشه. گاهی وقتی یه پیج فیک میاد یه حرفی رو به تو میزنه، ولی من قطعا به شما میگم کسی که به خودش جرئت میده اون ادبیات رو به کار ببره، اون حرفا رو تایپ کنه، هیچ متر و معیاری تو ذهن به هیچ چیزی پایبند نیست. هر کاری میتونه تو زندگیش انجام بده. ولی خب بازم دمتون گرم، اگرم امیدوارم اگه انتقادی هم هست یه چیزی باشه میانشم بیشترین کامنتی که خورده بود توی این عکس اینه که من حس خوبی از این عکس نگرفتم. اگر شما بین رابطه خواهر و برادری با عکس این که دست روی قسمتی باشه که حالا به عنوان اینکه حالا این قسمت دیده نشه، حالا میتونه فان باشه، غیرتی بودن اصلا بر... حالا من کلا خوشم نمیاد از کلمه غیرت، کلا اینو بگم به نظر بچا به خدا قسم گفته به اینا دست نزن، سه تا یوتیوب خواستم بگم که من صادقانه دارم میگم بفهم من چای خودم زردام. یه توییتری من خوندم که یه دختری زده بود نوشته بود که شما اگه از این عکس حس خوب نگرفتین حتما به روانپزشک مراجعه کنید، که چقدر قشنگ گفته بود. چون واقعا یک سری اصلا به این موضوع فکرم نکرده بودن. این موقعی که من توی اینستاگرام استوری گذاشتم یه سری گفتم واقعا از این عکس حس بد گرفتم، مگه میشه همچین چیزی؟ ولی خب میدونه، نمیدونم فرهنگ ما ایرانیاست، نمیدونم دید ما فرق میکنه، نمیدونم، ولی من با تنها باری بود که از فالوورام از مردم رنجیدم. یعنی واقعا دارم، تنها باری بود که میتونستم اگر زحمت خیلی زیادی نکشیده بودم میتونستم ببندم این پلتفرم رو، که اصلا واقعا خواستم بگم بابا بی خیال ارزش نداره. منم یه چیزی اد کنم بهش که دیگه خیلی در مورد صحبت کردیم، فقط من یه چیزی بگم. ببینید گاهی اسم من کسی نمیام، گاهی وقت میبینی نفراتی هستن که فعالیت اینا تو دنیای مجازی دور و برمون هم زیادن، هیچ میبینید هیچ متر و معیاری ندارن، به هر ترتیب هر کاری میکنن حاشیه بشه براشون، هر از حاشیه لذت میبرن، خودش حاشیه رو به وجود میارن. ولی وقتی من میگم که ربکا قادری بک‌گراند داره، ربکا قادری پیجش رو ببینید نگاه کنید، ببینید مدل عکس برداریش، نوع برخوردش، اصلا تبلیغاتش، زندگیش، لایف استایلش چیه، وقتی اینا رو میبینید یه همچین یهو با تاثیر شدیدی همچین حرفایی میزنید، من شاید نمیدونی چرا رضا بیشتر دلخور شدم، چون من رابطه‌ام با بچه‌ها خیلی متفاوت تره. من شبانه روز با اینا گذروندم، من توی واقعا تفاوت با ربکا احساس کنید. نه ولی واقعا دارم میگم که من بچهای تلگرام میدونن دیگه بابا دارم هری بچه به خود تو چهل روز همین بودیم اینقدر نمیذاره. حالا اینو به اینو کلا بی خیال شیم راجع به حتی که چه راجع میشه موضوع حاشیه. آها به عکسی اینو گفتیم اینا دیگه تمام شد دیگه، حاشیه دیگه نبود. سوال خیلی کرده بودن که چرا فامیل آها دنیا مسافرت رو قرار دادم معلومم نه آقا باشه وای بچه ها اینو به اینو تو میگم یاسی و کوسن انقدر این دوتا بچه رو من تو مسافرت عزیز به باران یاسی و کوسن، یعنی تو این مود من نمیم ولاگ مسافرت رو من هنو نزاشم از هرگه میزنم انقدر عذیتشون کردم به خدا بسن فکر کنم یه نفس راحتی میکشم آه نه ولی اون همه عزادارن داری میری انقدر که تو دلغکی، یعنی واقعا اگه رضا نبود ما نمیخندیدیم اصلا، یعنی واقعا نمیخندیدیم. واقعا خوش گذشت، یعنی یه مسافرتی بود که هم خانواده رو دیدم هم کلی با خواهر برادر رو اشغال کردم و گذروندم و کلی خاطره سازی باحال شد و ربزم که پر انرژی و همه چی عالی و همه چی. رفته بودیم دبی بعد اسکای دایو با مثلا رزرو کردیم، پولم دادیم که بپریم، رفتیم دیدیم باد زیاده. بعد چه جوری بود، من ما میپردیم میرفتیم فرودگاه، حالا رضا گفت اف نداره دیگه، حالا این سری رو نمیپریم. بیش میشه خاطره چیز تعریف کنم از دبی؟ ببین تو تمام طول این 40 روز ربکا جونم عشقم رضا الهی قربونت برم تمام رفتارمون این مدل این مدلی بود. دبی هم که ترکوندیم و کلی دوستامو دیدیم و کلی خوش گذروندیم، رسیدیم به اسکای دایو، ما انداختیم روز آخر به پریماش مثلا شبش به برگردیم استانبول، رفتیم و هوا خراب بود و نپریدیم و منم همین یوره به کایله قربونت برم بیا دیگه چی بهت بگم و فلان اینا ربه کو قربونت برم، رفتم اونجا میگن هوا خرابه نمیشه پرید دیگه، اون میگه این سر ان شاء الله سری بگم چی نمیشه بس نمیشه بس نمیشه بس نمیشه
گفت ببین دهنش که باز میشد میگفت چرا نمیشه، زبون کوچیکه تایی دهنی اینجوری تکون میخورد دیگه یه چی دیگه. بعد آها رضا بیلیتا رو کنسل کرد، حالا یه زیاد کنم سر اون جرد دادم. ببین بیلیتا رو کنسل کردم، بعد دیگه گفتم که دوباره ربکا دورت بگردم دیگه، منم بیلیتا رو کنسل کردم دیگه، یو دیدم ربکا دیگه از گوشاش دود، گفتم ربکا بیلیت جدید میگیرم به قرد. چهار صبح زنگ زدم امریکا، یکی از دوستام از امریکا بگیره، نمیدونی داشتن بخار داشتم میشدم کنارش. آره اینجوری اینجوری خطرناک میشه گاهی. رضا میگفت برگردم امریکا میخوام به صورت کار در معدن رو بیارم. آره به قرآن اصلا این وضعیتی بود، تازه از دبی نمیخواستم بیام، به زور با کار نگوردم. یه سری ویدیوها گرفتم برگشتم از دبی که ربکا یه مقدار ایموشنال شده. لیدیز اند جنتلمن ایموشنال احساساتی شده. اون ویدیوها رو واقعا فقط به خودش برده. آها آها رسیدیم استانبول، تو فرودگاه استانبول جی پرواز که نشست من واقعا گریه میکنم، اصلا دوست نداشتم بیام. آقا تقصیر تو خیلی به خوش گذشت. یه دونه یه آهنگم بود به اسم چیز ترکیت گیتمه بوردان، گیتمه بوردان. ببین یعنی دیگه اینجوری بهتون میگم دیگه میخوام برم. بعد رضا که امشب پرواز داریم قرار بود دوباره یه بار بلیتش رو 10 روز پیش کنسل کردیم، دوباره 10 روز دیگه اکسترا مو او تقصیر تو الان فوشم میدن، الان میگم ربکا او مای گاد اکسترا او مای گاد. من میدونم از این آدماش نیستم، با من این کارا رو نکن. رضا بیشتر موند و اینا، بعد دیروز هم داشتیم مخشو میزدیم رضا کنسل کن یه آلا چاتی هم بریم، بعد یکو ببه انقدر کنسل کردم میخوام پاسپورت ترکیه برم. پاسپورت ترکیه دارم بریم. بسا من تو اولین بار چند سالگی همو دیدیم، من 13 سالم بود، 12 سالم بود. ببین دیدم ازاد میشه راحت. آره ببین دیدم یه ماشین اومد، دیدم حالا ماشین هم نگیم که راه چیز نشیدم، یه ماشین اومد یا گفت سلام من ربکا، هم گفته به اینکه دماغه یه ده آدمی بهش نیستی یا کسی نیستش که، یا دیدم 5 ثانیه بعد شخصیتش رسید. ببین تو ماشین نشستم به خدا تو 5 دقیقه اولی که کنارش نشستم واقعا خیلی داشت خوشم، ولی واقعا احساس هیچ اکسیژنی تو ماشین نبود، همه رو میکشید بالا، خیلی شرایط سختی بود. ببینید یکی از هر جا باید تو فضای باز قرار میداشت، یعنی تنها کسی که دماغ من رو به بدترین شکل مسخره میکرد رضا اینجا تو بگم. میدونیم حالا چی بعد من معذرت بگم، من عکس دارم از بچگی ربکا، همیشه افتخار بهم میکردم میگفتم ربکا رو میتونم از این طریق مثلا چه میدونم ازش پول بگیرم، نمیدونم یه کاری کنم اذیتش کنم، بعد که فهمیدم خودش عکس رو گذاشته تو چنلش واقعا روز سختی واسم. آره بابا میدونین چیه دیگه، گفتم بابا این نیل بودیم دیگه. ولی آره ربکا 12 سالش بود و حمید رضا هم یه 3 سال بزرگتر، و بعد با حمید رضا فوتبال میرفتیم کلی، کلی خوش میگذروندیم. آره بعد با حمید رضا کلی فوتبال میرفتیم و اون خونه مجردی هم حمید رضا باهاتون زندگی میکرد. آره با حمید وای با حمید رضا که کلی اشغال میکردیم، هر چیز غیر استانداردی که شما فکر کنی من و حمید رضا با هم دیگه داشتیم. بعد مثلا مامانم گفت رضا حواست به این بچه باشه ها، این بچه فوتبال داره. قبل کاشم بگو گفت حواست باشه. مامانم خیلی کلن نگرانه، کلن نمیدونی خیلی اهمیت میده، واقعا بیشتر از حد استاندارد اهمیت میده، نگرانه واقعا. بعد از این آدم هست که اذیت میشه کلن. بعد به من گفت رضا تو رو خود داری میرین کاش این بچه مشروب زیاد نخوره. بعد فکر کن حمید رضا 14-15 روزم تهران رفت، چی ایران رفت و شمال با رفیقاش 15 روز مشروب خوری اومد ترکیه، دیگه ترکیه که رسید قشنگ من فکر کردم مثلا هواپیما زکریا رازی پیاده دو تا بال کنارش بود پرواز گفتم امیر رضا داریم میریم کاش این دو روز هم توی استانبول مشروب اینا نخوریم که آماده بشیم واسه سفر. حل دادش حل داد. شب اول رفتیم ترکیه و دیدم امیر رضا آخرش دین درن درن مشروب تا اینجا. بعد رفتیم کاش، ببین من یه صحنه فقط ببین یه صحنه من دیدم که رفتم قبل مثلا بعد از اون بچا شروع میکردن موزیک و رقص اینا، رفتم گفتم امیر رضا داداش مشروب کم بخوری، گفت حل داداش. فقط یه صحنه من دیدم مثلا طرفای 8-9 شب بود، حالا تا مثلا من تا 3-4 صبح بیدار بودیم، من دیدم شیشه ودکا دست همین رضا بیخ این چیزا دیدم
این شربت آبی ما رو دیدین تو هیئت ها میدن جوری میرم بالا دیدم 16-17 تا از اینا رو شاید میشد تو 3 دقیقه رفت بالا. بعد من فکر کردم گفتم که اصلا یعنی چه همین رو زرده تو باید اینجا زوب بشه دیگه. خلاصه چه دیگه، اینم مادرم که خیلی نگران بود، بچگی هم همینجوری بود، همین روزه که همیشه پیش من بود مامان گفت حواست باشه که الان مشخصه دیگه. حواسم بود واقعا، یه الکلی تیر تحویل دادم ولی نه، ولی واقعا انقدر این دوتا بچه باحالن و کلی خالص خاطرهای باحال واقعا. خیلی ناراحتم داری میری رضا، اه مزخرف. اه بابا جان این 40 روز خاطره تعریف کردی این مزخرف قشقال موشو غلط کردی اصلا اومدی. واقعا دوست ندارم بری، فکر کنم 20 دقیقه هم گذشته از ویدیومون، تایمو پر کردی. ما الان چای نمیذاره که یکم بخورم، چای بخورم. چرا بشکون میگیری از زیر میگیری؟ دستم بازاست. بچه اگه سوالی داشتی 0900 دارم. این هم از اینو، ولی بذار منم باران چون شما سوالی دارین از ما؟ سلامت باشی. منم فکر کنم دیگه ترجمه اتفاقاتی که تو این چند وقت افتاده همه رو توضیح دادی. آره ولاگای چیز هست، ولاگای دبی هست، ولاگ تولدم که هست، ما حاشیه ها هم که من چیز آخرش فقط بگم، میدونم در مورد زیاد حرف زدیم، من تو این مدت 40 روز دور میدیدم که فعالیت ربکا رو، ولی واقعا تو این مدت 40 روزی که تو مسافرت بودم اینجا بودم گشتیم، ربکا واقعا با شما داره زندگی میکنه، تمام زندگیشو بدون هیچ فیلتری داره بهتون نشون میده، کلی باهاتون رفیق، شاید بیدار میشه خواب اول یه سلام به شما کنه بعد بره دست و صورتشو به شوره. این هیچ وقت ندیده بودم که بخواد از فضایی، از فعالیتی که میکنه انقدر برنجه که تو این دو روز گذشته رنجید. به هر حال دم همتونم گرم، برای بچه ربز و کانال یوتیوب ربکا دوستتون دارم، میدونم خیلی دوست داشتین با رضا بیشتر ویدیو داشته باشم، ولی رضا قول داده که تیر که تولدش دوباره بیاد، امیدوارم که دوباره اون تیرم غلط کرده چون باید بیاد. قول میدیم بیشتر ویدیو بگیریم، واقعا این تعطیلات نیازمون بود که یه ذره دور باشیم از فضای مجازی، از دوربین، ولی بازم ما براتون ویدیو گرفتیم، حالا یه ویدیو دیگه اگه بشه باز براتون میگیریم. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی شما رو به خدای امید میسپارم. بوم بوم.